رضا تقی‌زاده تحلیلگر رابطه بین‌الملل از گلاسکو اسکاتلند با ما همراه هستن. آقای تقی‌زاده وقت شما بخیر. بحران اوکراین در صدر خبرهاست. به نظر شما یا این بحران بر مذاکرات احیای برجام در وین اثر میذاره، مخصوصا در مورد جایگاه روسیه در مذاکرات؟ میخوام ازتون بپرسم با توجه به حوادث اوکراین آیا به نظرتون تغییر میکنه؟ تاریخ به نحو شگفت‌انگیزی در حال تکرار خودش است. در سال 2014 وقتی همین مذاکرات اصلی برجام در ژنو مشغول بود و طرفهای اصلی روسیه و آمریکا نشسته بودند، جمهوری اسلامی هم نشسته بود، روسیه یکی از طرفهای مذاکره کننده در ژنو شبه جزیره کریمه رو به کشور خودش منظم کرد. آمریکایی‌ها به ظاهر اعلام کردند که عصبانی هستند، تحریم‌های علیه روسیه اعلام شد، ولی فارغ از این تحریم‌ها، فارغ از این دشمنی‌های به اصطلاح بر سر زمین می‌کردن بخشی از خاک اوکراین، توافق اتمی سال بعد به امضا رسید و قضیه کریمه به عنوان بخشی از تاریخ پذیرفته شد. اون موقع همین آقای بایدن که مسئول اداره روند سیاست خارجی بود، معاون رئیس جمهور بود، و آقای پوتین کسی که دستور اشغال کریمه را داده بود و منظم کردنش به خاک روسیه، رئیس جمهور روسیه. حالا می‌بینیم در یک تکرار تاریخی بخش دیگری از خاک اوکراین از این کشور جدا میشه، نیروهای روسی در اون منطقه مستقر میشن، لوانسک و بخش همسایه اون در اشغال نیروهای نظامی روسیه است، در حالی که مذاکرات وین برای تکرار توافق سال 2015 در جریان و آقای اولیانوف هم خیلی راحت کنار نمایندگان اروپایی می نشینه و صحبت از برگزاری برجام می کنه. واقعا باید دید این پیامی که فرانسوی ها برای جمهوری اسلامی پنهان یا آشکار می فرستند که از شلوغ پلوغی اوضاع استفاده بکنید تا وقتی که افکار دنیا متوجه اوکراین هست این توافق رو مثل سال 2015 امضا بکنید و شر قضیه رو بکنید. این وضعیت وضعیت بسیار غریبی است در تکرار استثنایی تاریخ معاصر دنیا. اتفاقا آقای تقی‌زاده به حرفای نماینده فرانسه میخوام اشاره کنم که گفته جمهوری اسلامی در وین تصمیمی بگیره که به نفع همه باشه. منظورش چیه و اساسا چقدر حکومت ایران چنین رویکردی رو در مناسبات جهانی و مذاکرات هسته‌ای داره؟ شاید خیلی هم به این روابط توجه دقیق نمی کنن، به خصوص دولت کنونی که در مناسبات خارجی صفر کیلومتره. شاید دولت روحانی این پیام ها رو به علت ارتباط بیشتر شاید بهتر می گرفت، ولی در هر حال این پیامی است. در آخرین ساعت ها روزنامه وال استریت جورنال اعلام میکنه که تنها دو روز با رسیدن به توافق نهایی میشه فاصله واقعی وجود داشته باشه. البته فرانسه تاثیرش در روند این مذاکرات همونقدر است که تماس تلفنی دیروز آقای مکرون با آقای پوتین چیزی نزدیک به صفر. در حقیقت صحنه را آمریکا برای رسیدن به توافق آماده کرده. حالا صحنه جهانی با بحران اوکراین از نظر خبری امضای یک توافقی رو که میتونه با اهمیت‌تر از حتی با وضعیت اوکراین باشه به نتیجه برسونه. خیلی کوتاه، آمریکا به انتقادهای اسرائیل هم پاسخ داده و از بازگشت به برجام دفاع کرده. آیا موضع اسرائیل رو شما متفاوت می‌بینید یا در طول سالهای گذشته یا یکی بوده؟ یه نوع سوء استفاده خبری شاید در برخورد آمریکا دیده میشه، باز هم متهم کردن دولت قبلی آمریکا، ولی بهترین تعریف رو شاید یا به واقع نزدیکترین اونها رو میشه در موضع آقای لپید وزیر خارجه اسرائیل جستجو کرد، چیزی که به اسرائیل رو به هر حال به عنوان نماینده وزارت خارجه نمایندگی میکنه. او گفت ما در زمان امضای قرارداد برجام با اون مخالف بودیم، حالا در مورد احیای برجام از اون هم مخالفتر هستیم. حالا آقای بایدن و دولت آمریکا در مورد موضع گذشته اسرائیل هرچی میخوان بگن بگن، وزیر خارجه اسرائیل به نقطه نظرهای اسرائیل شاید نزدیکتره.